فاجعه کرونا در ایران آمار جانگداز قربانیان در 497 شهر از 224,900 نفر بیشتر است. نمکی بیشترین ابتلا در خوزستان است. از 70 بیمار انتوبه در خوزستان در یک شبانه روز 30 نفر فوت شدند. کافی است 3-4 استان مشابه خوزستان داشته باشیم و کنترل از دست همکاران ما خارج شود. مدیرعامل هلال احمر خوزستان شرایط استان بحرانی است باید برای رویارویی با هر شرایطی آمادگی داشته باشیم رئیسی وضعیت ویروس انگلیسی کاملا غافلگیر کننده است پیش بینی یک ماه تا 20 روز آینده کار راحتی نیست دو روز گذشته بیش از سی درصد از مرگ و میرها مربوط به خوزستان بود ستاد دانشگاهی خراسان جنوبی بیماران کرونایی بستری در آی سی او نسبت به روز گذشته 33 درصد افزایش داشته است. سازمان مجاهدین خلق ایران بعد از ظهر چهارشنبه 13 اسفند 1399 اعلام کرد آمار جانگداز جانباختگان کرونا در 497 شهر از 224900 نفر بیشتر است.

به 4112 نفر رسیده است. نمکی وزیر بهداشت رژیم در مورد آمار مرگ و میر کرونا گفت بیشترین درگیری و ابتلا به کرونا در خوزستان است و یک استان آتشین از نظر بیماری است. شهرهای شمالی از جمله شوشتر و دسفول که قبلا مرگ و میر ویروس موتاسیون یافته را نداشتیم هم گرفتار مرگ و میر شدند. به سرعت شدت بیماری بالا می رود و به شدت افراد بدحال می شوند. اول فکر می کردیم مراجعه دیرهنگام باعث تشدید بیماری می شود. اما بعد دیدیم افرادی که به موقع هم مراجعه می کنند بیماری به سرعت در آنها تشدید می شود. از هفتاد بیمار انتوبه در خوزستان در یک شبانه روز سی نفر فوت شدند. کافیست سه چهار استان مشابه خوزستان داشته باشیم و کنترل از دست همکاران ما خارج شود. رئیسی سخنگوی ستاد کرونا گفت وضعیت ویروس انگلیسی کاملا قافلگیر کنند است. یعنی پیش یک ماه تا 20 روز آینده اصلا کار راحتی نیست و حجم بالای بیماری که به یک باره در خوزستان با آن مواجه شدیم قافری کننده بود. دو روز گذشته بیش از سی درصد مرگ و میرها مربوط به خوزستان بود. سوری رئیس کمیته اپیدمیولوژی کرونا درباره وضعیت کرونا در کشور گفت اقدامات قهری برای کنترل اپیدمی کرونا در مقایسه با کشورهای اروپایی نزدیک به صفر بوده است در ده الا 15 استان ویروس انگلیسی مشاهده شده است نگرانی ما افزایش سرعت گسترش واریانت های جهش یافته ویروس از جمله در تهران است در خوزستان مدیر عامل هلال احمر از شرایط بحرانی استان خبر داد و گفت لازم است برای رویارویی با هر شرایطی آمادگی داشته باشیم امکان دارد که در روزهای آینده این بیماری به اوج خود نزدیک شود در خراسان جنوبی دبیر ستاد دانشگاهی کرونا گفت روند موارد بستری و ابتلا به کرونا در استان افزایشی شده است بیماران بستری در آی سی او نسبت به روز گذشته 33 درصد افزایش داشته است. در آذربایجان غربی با بستری شدن 73 بیمار جدید شمار بستری های استان به 497 تن میرسد که 139 تن از آنان در آی سی او بستری و 28 تن نیز از دستگاه تنفس مصنوعی استفاده می کنند. روزنامه حکومتی آرمان نوشت کار مسئولان در طول این یک سال چیزی جز تناقضگویی نبوده است. یک زمانی میان شورای شهر و وزارت بهداشت در آمار مرگ و اختلاف میافتد زمانی در اینکه چه واکسنی از کجا تهیه شود شاهد این اختلافات هستیم دولت سفارش واکسن فایزر داده و بعد مجبور میشود از این کار انصراف دهد یک بار وزیر بهداشت میگوید که شده است مدیر کل شورخانه، و هفته بعدش اظهار می کند که جهان به خاطر مدیریت و کنترل کرونا در کشور ما حیرت زده است. در ایام بهمن از کاهش 80 درصدی مرگ و میر و مبتلایان منتشر می شود و دو سه هفته بعد در نزدیکی نوروز از افزایش آن. گاهی هم مقامات گناه ها را به گردن هم می اندازد. یکی میگوید که مقصر کسانی هستند که مرز اراق را بازگذاشتند تا کرونای انگلیسی به کشور بیاید و دیگری میگوید مقصر خودتان هستید که نمی توانید اهواز را قرنطینه کنید اما دست آخر همه چیز بر سر مردمی خراب می شود که میگویند چون پروتکل ها را رعایت نمی کنند باعث موج چهارم شدند دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 13 اسفند 1399